درود بر شما، بامداد نکو باشه. آدینه 26 آبانتون مصادف با 17 نوامبر نیکی. بنده اهورانیازی هستم، باعث افتخارم اپیزود دیگری از خبر امروز رو براتون خوانش میکنم. گرچه در اپیزود 125 مانده به پایان، واقعا خبر امروز کوتاهه، خبر 2-3 بیشتر نیست. اما همین بیخبری منو یاد یک ماجرای انداخت. 18 اپریل 1930 گزارشگر بی بی سی اعلام میکنه که there is no news، هیچ خبری نیست. این تیتر بولتن ساعت 8:45 دقیقه شون بوده که بعد از این جمله به مدت 15 دقیقه پیانو نواخته میشه. قطعا که در دنیا خبری بوده، سیستم انتقال خبر انقدر ضعیف بوده که بی بی سی با اون ابعادش در اون زمان که بزرگترین تیم خبری در جهان بوده، هیچی برای گفتن نداشته. جالب نه؟ خیر، بریم سر وقت بخش در چنین روزی. این تصویری که مشاهده میکنید پتنت اولین موس در جهانه، 17 نوامبر 1970، الان 2023، 53 سال پیش. داگلاس انگلبرت پتنت نشانگر موقعیت افقی عمودی رو در نمایشگر ثبت میکنه. این عنوان اصلیه که این محصول داره و بعدها با نام موس معرفیش میکنن. فقط نکته باحالش اینه که 1964 پروتوتایپش رو ساختن، نمونه اولیه. پتنتش 1970 ثبت شده. تا 1968 هم هیچی ازش نشون نداده به صورت دمو. اما 1981 اولین بار در کامپیوتر زیراکس 8010 استفاده شد. 1983 در کامپیوتر لیسا به کار رفت و شهرت پیدا نکرد تا زمانی که اپل در مکینتاش معرفیش کرد در سال 1984. ببین چقدر تکنولوژی کند پیشرفت میکرده. حالا اون تصویر پتنتش بود، این تصویر واقعیش. ببینه یه جعبه بوده، دکمه داشته، فلان اینا. دانشمندان برای اولین بار یک دست روباتیک ساختن که استخون، ربات و تاندون داره. به گفته دیجیاتو میگه که این یک دستاورد بزرگ در صنعت چاپ سه‌بعدی هستش و همچنین از نوع جدیدی از اسکن لیزری استفاده میکنن که اجازه میده این چاپگر سه‌بعدی از نوعی پلاستیک، ماده الاستیک استفاده بکنه داخل خودش، یعنی قابلیت الاستیکی داشته باشه. تصویری که مشاهده میکنید اولین خودروی شیائومی هست، با خیلی خوشگله ها. طرف قابلمه تولید میکرد، الان داره ماشین میزنه، واقعا افتخار داره، با نام SU7، SU7 Pro و SU7 Max. این ماشینا دوتا پیشرانه دارن و با سنسور لایدار. ابتدای نیمه اول سال 2024 هم روانه بازار میشه. در حال حاضر درخواست کرده که در بازار چین به فروش بره، در حال دریافت تاییدیه هاش. متا دوتا اپلیکیشن معرفی کرده بر پایه هوش مصنوعی، یکی برای ساخت ویدیو، یکی برای ادیت عکس، با نام امو ویدیو و امو ادیت. ببین با هم یه نگاهی بهشون بندازیم، خیلی باحاله. امو ویدیو این شکلی، خب تکست پرامپت بهش میدی برات ویدیو میسازه. البته قابلیت اینو داره عکس و اینا بهش بدی اونا رو تبدیل به ویدیو بکنه. ببینید اینا تصاویریه که باهاش خلق کردن، البته در دسترس عموم قرار نداره، ولی مثلا انصافا اینو نگاه کنین، اینم تکست پرامپتشه. یه دونه ربات کوچولوی کیوت داره میرقصه، در مرکز قرار گرفته، ایوارد وینینگ، رنگ بندیش با مثلا آب رنگ، جزئیات زیادی داره، بعد ایزومتریک ایلوستریشن داره و مثلا استایل نقاشیه. خیلی چیز جالبیه. شیوه عملکردش رو داره شرح میده، چطوری به وجود میاد این تصاویر و همین. قابلیت استفاده نداره، ولی یه گزینه تراید اوت داره، یه سری براتون پرامپت گذاشته که میتونید از بین اونا انتخاب کنید. مثلا یه پاندا که عینک آفتابی داره، بعد ما میزنیم که مثلا در حال اسکیت بورد بازی کردنه اما زیر آب. بعد همچنین تو استایل مثلا انیمه های مانگا یا مثلا نقاشی سبک کوبیست
خفنه، خفنه نیست. اما امو ادیت چیه؟ نگاه کنین عکسه، بهش عکس دادم بعد یه ابجکتیو گفته جابجا کن. مثلا این گوزنه رو نگاه کنین، داره ابتدا کتاب مطالعه میکنه بعد میگه که کتابو با لپتاپ جابجا کن یا هودی آبی تنش کن. چقدر جالبه. باورتون میشه خبر امروز تموم شد؟ خودم باورم نمیشه. بریم جمعه صفا کنیم. خدافظ. یک.